خب گزارش رو دیدیم، در ادامه همراه هستیم با مرساد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، از نگاه شما این گزارش چه تأثیری بر توافقنامه برجام خواهد داشت؟ عرض کنم که به نظر نمیاد که این گزارش برای ایران خیلی دلچسب باشه. حقیقتش این است که همونجور که انتظار میرفت، آژانس هم مسئله غنی‌سازی در فردو و همین یافتن ذرات اورانیوم در ترقزآباد رو تایید میکنه و در نتیجه اقداماتی که ایران تا به حال انجام داده، چند تا مسئله حساس رسیدیم که به اصطلاح نقض تکنیکی تعهدات ایران در برجام میشه. برای مثال سقف اورانیوم غنی شده قرار بود تا 202 کیلو باشه که الان بالغ بر 372 کیلو شده، یا اینکه غلظت غنی سازی قرار بود در حد 3.6% پایین بمونه که امروزه به 4.5 رسیده. بنابراین میشه انتظار داشت که به اصطلاح آژانس بخواد اقدامات بعدی رو انجام بده، به عبارتی از ایران پاسخی بخوان، و اگر پاسخ قانع کننده نباشه اون وقت به مرحله بعدی برسید. در مورد پاسخ و پاسخ خواستن از ایران شما گفتید. آژانس در بخش از گزارش خودش گفته که ردی از مواد رادیواکتیو رو در یک سایت اعلام نشده توسط ایران پیدا کرده که احتمالاً اشارش به ترقزآباد. چقدر احتمال داره که این مخفی کاری باعث ارسال پرونده ایران به شورای حکام و شورای امنیت بشه؟ لزوما این مخفی کاری به تنهایی باعث ارجاع دادن ایران نمیشه، ولی فکر میکنم مجموعه مسائلی که صورت گرفته که باز شمردم، چرا اونها میتونه سبب این بشه که اگر پاسخ ایران براشون قانع کننده نبود، بحث به شورای حکام بره و بعد اگر اونها فکر بکنن واقعا نیاز است برای اقدامات جدی بعدی، اون وقت این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل رجوع داده میشه که خب اگر ما به اونجا بریم و با قطعنامه شورای امنیت روبرو بشیم، اون وقت دیگه خیلی مسائل برای ایران سخت خواهد شد، حالا چه در رابطه با مسئله اتمی و یا حتی تحریم‌های دیگری هم که در رابطه مثلا با خرید تسلیحات و غیره برای ایران جاری بوده. یک سوی دیگه توافقنامه برجام خب اروپا هستش. اتحادیه اروپا هم به این گزارش واکنششون داده و از ایران خواسته که به تعهدات خودش پایبند باشه، ولی ایران بارها اروپایی‌ها رو به بدعهدی متهم کرده. این اقدامات ایران چقدر میتونه نظر اروپا رو به خواست آمریکا نزدیک کنه؟ ببینید، به نظر من آنچه که داره صورت میگیره نه تنها در عرصه به اصطلاح اتمی، بلکه آنچه که شاهدش بودیم در خلیج فارس، حمله به تأسیسات عربستان، اینا همه و همه دست به دست هم داده و امروز نگرانی های اروپایی ها را نسبت به سیاست ایران خیلی عمیق‌تر کرده. بنابراین این حرف که بله دارن مواضعشون نزدیکتر به مواضع امریکا میشه، فکر میکنم درسته در اون راستا دارن قدم میزنن، ولی هنوز به این اصطلاح امید دل بستن که شاید ایران از راهی که در پیش گرفته سعی بکنه مسیرش رو عوض بکنه و اون وقت اروپایی‌ها بتونن میانجی یه چنین پروسه‌ای باشه. روز گذشته آقای هایکوماس هم اعلام کرده بود که اروپایی‌ها باید آماده اجرایی کردن تحریم‌های بیشتر باشن. فکر می‌کنین این یک تهدیده یا واقعا اجرایی بشه؟ من بعید میدونم که اتحادیه اروپا به تنهایی قبل از اینکه شورای امنیت بخواد به اصطلاح دست به مسئله بازگرداندن تحریم‌ها بزنه، بخواد به تنهایی کاری بکنه. سپاس از مرساد بروجردی، کارشناس روابط بین‌الملل.